در یکی دیگه از قسمت‌های برنامه لیدرشپ در خدمت بانوی کارآفرین سرکار خانم منصوره علیخانی از مؤسسین آژانس معتبر سن و سیر هستیم که در حیطه تورهای ژاپن و برزیل به صورت تخصصی جزو بزرگان کشور هستن و ما هم افتخار داشتیم که از دانشجویان قدیمی دوره اسطوره هستن. خیلی خوش اومدیم به برنامه لیدرشپ و امیدوارم که بتونیم با کمک هم یک بخش آموزشی راجع به مباحث روانشناسی و رهبری در سازمان‌ها به دوستان هدیه بدیم. خیلی ممنونم دکتر از وقتی که به من دادین. خیلی ممنونم که توی این مدت خیلی زیادی که من دانشجوی شما هستم و این افتخار رو دارم ازتون خیلی یاد گرفتم و امیدوارم که سوالهایی که دارم ازتون میکنم سوالهایی باشه که سوالهای خیلی از دوستای دیگه هم باشه. انشالله با امید خدا. البته ایشون جز دانشجوی خیلی خوب ما هستن، بسیار درس خون و ماشاءالله همیشه باهوش و با ذکاوت تو کلاس عمل میکردن. حتما سوالاتون هم بس سخت باشه خانم علیخانی. من در خدمت شما هستم. دکتر جان اولین سوالی که دارم، من سوالا رو سعی کردم سوالایی باشه که سوالایی به قول خودتون یک دقیقه یا باشه که کوتاه. بتونم کوتاه باشه. تو رهبری اجرا مهمتره یا کنترل؟ بیایم اینجا با هم تفاوت لیدرشپ و منیجر رو از ریشه کلماتی که دارن ببریم جلو. لیدرشپ از کلمه لید میاد به معنی هدایت، منیجر از کلمه منیج میاد به معنی کنترل. کلن دنیای مدیریت بر اساس دنیای کنترله. هر آن چه که تحت مدیریت منه یعنی تحت کنترل منه. واسه همین مدیریت کلن از صنایع شروع شد، اصلا مدیریت از انسان‌ها شروع نشد. ریشه مدیریت در واقع در عصر صنعت بود، در زمانی که کارخانه‌های صنعتی و بخش‌ها این شکلی شکل گرفتن. در زمینه رهبری نه که کنترل نباشه، بلکه مهمتر از کنترل وجود داره چیزی به نام لید. اگر هم کنترل اینجا معنی میده، باید در خدمت لید باشه. هر کنترلی که در خدمت لید نباشه، این دیگه توی رهبری معنا نمیده و نباید استفاده بشه. پس اگر من به عنوان مدیر در خلاق‌ترین بخش سازمانم که نیروها نیاز دارن به این که آزاد باشن یکم، از نظر زمانی ورود و خروج خیلی بهشون سخت گرفته نشه، بیام شدیدترین کنترل ها و سوپروایز ها رو اجرا بکنم، دارم وارد فضای مدیریتی میشم که اون وقت به رهبری نیروها ضربه میزنه. رهبری در جاییه که من میخوام نیروها منو به انسانیم رو برسونم به بالاترین کارایی و راندمان. این بالاترین کارایی و راندمان کجاست؟ زمانیه که اینا به اون نحوی که فکر میکنن بیشتر بهشون کمک میکنن. مثلا تو بخشای برنامه نویسی کامپیوتری خیلی وقتا نیروهای خلاق بعد یکم ساعتشون این ور اون ور بهش باز باشه، منعطف باشن. یه مدیر ممکنه با این کنار نیاد، ولی یک رهبر ازن شده باشه واحد اینا رو یه تغییر بده که مزاحمتی برای دیگران هم نداشته باشن، این فضا و فرصت رو به اینا میده که در راستای نتیجه گیری اینها در واقع یک سری آزادی عمل بیشتری داشته باشن. در نظر داشته باشیم که من از این سوال شما سوء استفاده میکنم و تفاوت‌های مدیریت و رهبری هم دارم اینجا بازگو میکنم. در نظر داشته باشیم که ما آدم‌ها رو بهتر مدیریت نکنیم یا حداقل بالاترین گرید آدم‌هامون رو بهتر مدیریت نکنیم و در واقع بتونیم تو زمینه رهبری اونها بریم، ولی از طرفی یک چیزی مثل شی، انبار، زمان، پول نیاز به مدیریت داره. ما هیچ وقت نمیگیم رهبری مالی، هیچ وقت نمیگیم رهبری زمان، میگیم مدیریت زمان، مدیریت مالی، مدیریت انبار. ما نمیتونیم انبار رو رهبری بکنیم، ولی میتونیم آدم ها رو رهبری بکنیم. چون آدم ها یک بخش هوشمندی دارن که البته در لول هوشمند به این احتیاج پیدا میکنن. در لول های پایین تر آیا میشه رهبری انجام داد؟ یعنی مثلا تو بخشی که شاید تحصیلات افراد یا تخصص افراد در پایین ترین سطوح سازمان باشه، بله بازم میشه. رهبری اتصال نفر بالایی با قلب افراد پایینیه. هر زمانی که این اتصال بتونه انجام بشه، در واقع ما میگیم که مسئله رهبری پیروی اتفاق افتاد. منتها رهبری پیروی در سطوح مختلف سازمان باید هماهنگ با اون سطوح باشه. یعنی اگر که من رهبر
پایین ترین بخش سازمان از نظر تحصیلات و تخصص هستم، باید گرید رهبریم هم همون شکلی باشه. یعنی باید بتونم با اون افراد ارتباط برقرار بکنم. و بنابراین من اگر که رهبر پایین ترین سطوح از نظر تخصص و تحصیلات هستم، باید خودم هم از نظر رهبری با اون سطوح هماهنگ بکنم. حالا یه اتفاقی میفته، هر چقدر کارها ساده تر میشه در منابع انسانی، اهمیت مدیریت بالاتر میره. چرا؟ چون کارها نرمن، کارها مشخصن. هر چقدر کارها پیچیده تر میشه، اهمیت رهبری بیشتر میشه. یعنی اگر که شما بخواید به کوچکترین کارهای مدیری که باید در سطوح بالا تصمیم گیری سخت بکنه هی بخواید کنترل بکنید، نه تنها خودتون از مقام رهبری دور میشین، بلکه او هم از مقام خلاقیت، از مقام نوآوری، از مقام تصمیم گیری های سریع و مدیریت بحران دور میشه. دکتر انقدر جامع و کامل برام توضیح میدین که انگار که من با اینکه این همه سال کنار شما دارم تحصیل میکنم، نه تنها کلاساتون هست خیلی جذاب، الان جوابهایی هم که دارید مثلا متفاوته با کلاساتون. شما محبت دارید، مرسی از لطفتون. دکتر جان، نگهداشت کارمند مهمتر یا توسعه کار؟ نگهداشت و توسعه کار. ببینید این خیلی ربط داره به اینکه استراتژی سازمان ما الان چیه. در واقع ما باید بیایم برای سازمان ما، همونطور که شما و همه سازمان‌های خوب مثل شما این کار رو انجام میکنن، هر سال اهداف خودشون رو بازبینی میکنن. یه زمانه‌ای هست که در واقع اهداف من اینه که من توسعه بدم کارم رو. یه زمانی هستش که جایی برای توسعه زیاد باقی نمیمونه. من دنبال یک ثبات هستم. اصلا شاید فضا، زمان و امکانات من برای توسعه آماده نباشه. پس در زمانی که شرایط برای توسعه کار آماده هستش و شما هم هدف توسعه کار داری، این مهمتره. ولی موضوع نگهداشت نیروها و منابع انسانی در هر زمانی اهمیت داره. پس شما باید ببینید که استراتژیتون امروز توسعه کار هست یا نه. حالا استراتژیتون برای نگهداشت در زمان توسعه کار و در زمان عدم توسعه کار حالتهای مختلف به خودش میگیره. وقتی که من میخوام توسعه کار بدم، ناخودآگاه با یک ریزش روبرو میشم، چون با یک جذب همراهه. وقتی شما جذب انجام میدین، همزمان یک سری هم میرن به واسطه اینکه میگن که آقای نیروی مدیر جدید رو چرا شما بیرون آوردین، این اصلا ما رو نمیفهمه، مثلا یه هم چیزایی. پس بنابراین جذب خودش دافعه داره، ولی من چون انتخاب کردم که سازمان رو توسعه بدم، آماده اون دفع هستم. جذبمو از بیرون انجام میدم و نگهداشتم میشه نگهداشت نیروهای خالص سازمانی. اینجا دنبال یک ممیزی هستیم، دنبال این هستیم که یک کاری بکنیم نیروهای خوب و وفادار ما، نیروهایی که از نظر کارایی قدرتمندترن، اونها بمونن، ولی آمادگی داریم برای نیروهایی که متوسط اونم حتی شاید از دست بدیم. ولی در زمانی که کاملا استراتژی و اهداف سازمان اینه که ما بیایم به نگهداشت نیروها و ثبات سازمانمون کمک بکنیم، حالا دیگه اون نیرو متوسط هم اهمیت داره نگهداشتنش، چون در واقع الان سازمان درگیر یک چیز دیگه ایه و نمیخواد بره سراغ جذب و بخواد نیروی جدید بیاره. نمیدونم سوالتون تونستم جواب بدم یا نه. خواهش میکنم. تو کسب و کار چه چیزی رو اندازه گیری کنم دکتر؟ میزان فروش و سهم بازار رو یا تاب‌آوری و مهارت پرسنلمو؟ به نظر من اینا حالا مثلا تو فروش KPI هایی هستن که در واقع شما باید هر روز اینها رو احتمالاً بررسی بکنید، ولی تاب‌آوری هم نکته مهمی هستش، ولی لازم نیست هر روز مورد بررسی قرار بگیره. مثلا من به شما که اکتو بلدین، حتی در حدی که میتونید تدریس بکنید به نیروهاتون، من موافق تست انعطاف پذیری روانی هستم که در واقع بچه‌ها خیلی خالصانه بیان این تستو بدن بدون اینکه امتیاز خاصی داشته باشه یا جریمه و تنبیهی، حتی در حد اینکه بخوایم تو گروه اینها رو اعلام بکنیم. و به نظرم یکی از عادت‌های مهمی که خوبه که مدیران عزیز، رهبران عزیز توی سازمانشون چک بکنن، سایکو فلکسیبیلیتی هستش، تا ما بدونیم که اگر امروز فروشمون خوبه، در آینده هم فروشمون خوب باشه. در واقع تاب‌آوری یا انعطاف پذیری روانی پیش بینی کننده احتمالا فروش آینده ما خواهد بودش، و فروش امروز ما اندازه گیری کارایی امروز ما هستش. کاملا درسته. به عنوان آخرین سوال دکتر جان، مشتری یا طرفدار شیفته بهتره یا کارمندان بهتره؟ من بازم فکر میکنم که این جوابایی با زبر و زرنگه بخوام جواب بدم، اینه که مشتریان شیفته در اکثر اوقات بدون کارمندان وفادار ساخته نمیشن.
ولی اگر یک روزی مجبور باشم بین این دوتا انتخاب بکنم، مشتریان شیفتر رو انتخاب میکنم، به واسطه اینکه خب من کارمندام اصلا کارمندم نداشته باشم، مشتری از من میخرن، احتمالا انقدر شیفته هستن وای میسن جلوی در و میگه آقا اصلا من کار، میگه آقا من نیرو ندارم، میگه آقا اب نداره کجاست، خودم میرم برمیدارم، مثلا همین در واقع کار من خیلی راحت‌تر و تسهیل میشه. ولی امیدوارم که بتونیم جفتش رو با هم داشته باشیم، کارمندان وفاداری که بتونن مشتریان شیفته بیشتری رو توسعه بدن. خیلی ممنون، متشکرم، مرسی که تو برنامه لیدرشپ تو برنامه خودتون تشریف آوردین و مرسی از سوالات خیلی همیشه با ذکاوت با خلاقیت، ماشاءالله همیشه مثل کلاساتون. امیدوارم که مثل همیشه این آژانس مسافرتی خوب شما هم سناسیر بدرخشه و منشأ خیر و برکت باشه. متشکرم از حضور شما. دوستان عزیز مرسی که با ما همراه بودین در برنامه لیدرشپ. امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش باشین، به امید روزی که شما هم در سازمانتون از مفاهیم بنیادین روانشناسی و رهبری استفاده بکنین، شاید اون روز سازمان شما جای بهتری برای همه کسایی که توش زندگی میکنن باشه. خدا نگهدار. متشکرم. مرسی.